حضور پررنگ مردمانی که برای تامین امنیت مراسم عاشورا سلاح گرفته بودند تقریبا در تمامی مساجد و تکیه خانه های شیعیان مشهود بود. نگرانی ها از احتمال حمله حراس افغانان سبب شده که امسال تدابیر امنیتی به نسبت سالهای گذشته شدیدتر باشد و حتی 3 تا 4 کمربند امنیتی گرد هر مسجد افراز گردد. هر لحظه ما در ترس هستیم، هر لحظه هر دقیقه. همین صبح ما از دین روز صبح که هستیم تا امروز امشب خواب نکردیم، بیدار بودیم. از هشت بجه که تلاشی میکنیم میدن دامیاله، هنوز هم ادامه داره. امنیت خود ما میگیریم، دولت گرفتن نمیتونه. ما به خاطر نزی یک شمشیر ما میخواییم که بدر ما امنیت خود بگیریم، مردم خود نگاه کنیم. در یک سال اخیر گروه داعش 10 حمله را تنها در غرب کابل انجام داده است و از 2 سال بدین سو مساجد و اماکن مذهبی شیعان هدف حملات پی همه این گروه بوده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هشدار داد که این حملات هنگامی به خطر بزرگ مبدل می شوند که با آنها رنگ بوی قومی مذهبی داده شود. درد و رنج همه مردم افغانستان یکی، اما دشمنان افغانستان می خواهند به این حملات جنبه قومی و مذهبی بدهند. این برای ما یک خطر بزرگ است. ما با همکاری مردم مشترکن در مبارزه با این تهدید. همانند هر سال، امسال نیز شماری از جوانان کمپاین اهدای خون به نظامیان افغان را راه اندازی کردند تا هم این فرهنگ نهادی نشود و هم بخشی از نیازهای این نیروها به خون از میان برداشته شود. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل.